یک گزارش جدید نشان می‌دهد زندانیانی که به دلیل مخالفت با دولت در عربستان سعودی در زندان‌های این کشور به سر می‌برند، هدف تجاوز جنسی و اعمال وحشیانه محض قرار می‌گیرند و به قتل می‌رسند. نشریه ایندیپندنت با انتشار گزارشی بر پایه مطالعه گسترده به وضعیت اسفناک زندانیان عقیدتی در کشور عربستان سعودی پرداخت. این مطالعه که از سوی گرانت لیبرتی، یک مؤسسه خیریه حقوق بشر انجام شد، 311 زندانی عقیدتی شناخته شده در دوران محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را شناسایی کرد. محققان که این گزارش را به اشتراک گذاشتند میگویند 53 زندانی شکنجه شدند، در حالی که 6 نفر مورد آزار جنسی قرار گرفته و 14 نفر اعتصاب قضا کردند. این گزارش به وضعیت اسفبار 23 فعال حقوقی که 11 نفر از آنها هنوز پشت میله‌های زندان هستند و همچنین شناسایی 54 روزنامه‌نگار پرداخته است. همچنین حدود 22 نفر از زندانیان به دلیل جنایاتی که در دوران کودکی مرتکب شدند دستگیر شدند. 5 نفر از آنها به قتل رسیدند، 13 نفر دیگر با مجازات اعدام روبرو بودند، در حالی که 4 نفر در بازداشت جان خود را از دست دادند. لوسی رائه از گرانت لیبرتی در این باره می گوید متاسفانه آزار و اذیت زندانیان عقیدتی همچنان ادامه دارد. زنان در معرض نقض مستمر و وحشیانه بدون حقوق اولیه بشری هستند. وی از عربستان خواسته که ادعای خود مبنی بر کشوری مدرن و مترقی را با اقدام پشتیبانی کند و افراد بیگناهی را که ناپدید شده دستگیر و تحت محاکمه های ساختگی قرار گرفتند آزاد کند. این گزارش میگوید که زندانی کردن، شکنجه و آزار مادر سالخورده ای مانند آیده قامدی به دلیل درخواست پناهندگی فرزندش قطعا نفرت انگیز و نادرست است. عبدالله قامدی، فعال سیاسی و حقوق بشر که فرزند قامدی است، گفت که پس از تهدید به دلیل مخالفت با سیاست های عربستان از این کشور فرار کرده است. عبدالله قامدی میگوید که پس از خروج وی از عربستان، مقامات این کشور 2 برادر و مادرش را بازداشت کردند. حیدر مجید، اخبار شیعه. در همین راستا گفتگویی داریم با دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از لندن. سلام جناب دکتر، وقت بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر آقا. آیا آزادی برخی زندانیان سیاسی توسط آل سعود را واقعی میدانید یا شوی سیاسی؟ حقیقتش اینه که باید ببینیم چرا عربستان میخواد اینا را آزاد کنه. آزادی برای پیشکش سفر بایدن، چون بایدن 3 روز پیش اعلان کرد که نمیخواد با محمد بن سلمان دیدار کنه، بلکه دیدارش در یک کنگره بین المللی، همینطوری که خودش گفت. از این نظر اینا میخوان مثلا کاغذشون سفید کنن و نشون بدن که انسانهای خوبی هستن و حقوق بشر رو به حقوق بشر احترام میذارن. از این نظر این آزادی زندانیان سیاسی از این بابه، فقط چون آقای بایدن اومده میخوان براش پیشکش تقدیم کنن. بله، آیا حکومت سعودی بین زندانیان سیاسی با زندانیان عقیدتی تفاوتی قائل می شود؟ واقعا حکومت سعودی قانون اساسی نداره، یعنی یک کشور ولایتی هست، امر ولی امر مطاع است. از این نظر هر کس مخالف اطاعت ولی امر است، ایشون زندانی سیاسی و عقیدتی است، حالا چه سنی باشه چه شیعه. چون قانون اساسی یا قانون حقوق بشری در عربستان وجود نداره که این کارا رو تنظیم کنه. وقتی احتیاج به سنی داعشی داشته باشیم میتونیم اونا رو به هر جا بفرستیم، ولی وقتی این سنی داعشی در خود عربستان خطرناک باشه زندان و اعدام میشه. از این نظر نمیتونیم بگیم که زندانی سیاسی
در عربستان وجود داره. زندانی عقیدتی همیشه در عربستان هست و خواهد بود، چون اساس کشور عربستان یک کشور عقیدتی است. شما همینطور که میدونید کشورهای عقیدتی یا کشورهای تحت رهبری همیشه قول رهبر یا قول ولی الامر، امر واجب التنفیذ، واجب الاطاعه است. از این نظر نمیتونیم بین عقیدتی و سیاسی در سیستم عربستان سعودی فرقی بگذاریم. به نظر حضرت عالی ما در آینده نزدیک شاهد بهبود وضعیت شیعیان در عربستان سعودی خواهیم بود؟ نه، هیچ وقت. این مسئله یعنی از دیدگاه خود عربستان سعودی، چون یعنی آنها شهروند شیعه را شهروند درجه دو حساب میکنن، نمیتونن یه بهبودی به شیعه ها بدن. شیعه اگر بهبود یافت باید در سیستم حکومتی تک رهبری آل سعود فائق باشه. این مسئله بسیار سخته و غیر ممکن الاجراست، چون سیستم عربستان سعودی سیستم وهابیت به اضافه قدرت شمشیر اداره میشه. قدرت شمشیر بر ضد کسانی که ضد وهابیت هستند، از این نظر شافعی و حنفی و شافعی و حنفی و مالکی و شیعه و زیدی همه زیر شمشیر هستند. نمیشه در سیستم عربستان که سیستم حکومت به قول خودشون قرآن و سنت و مذهب حنبلی از نگاه وهابی حکومت کنه، میتونه به شیعه مثلا جایی بده یا یه که فاز به جلو به شیعیان بده. نمیشه، اصلا در سیستم نمیشه. با تشکر از جناب دکتر محمد عیسی خاقانی که از لندن